تهران در کنار ری کهن آباد شد. در کنار شهر مهمی که در دوره ساسانیان یکی از مراکز مهم دینی آنها بود. ری که زیر پای مغولان ویران شد، روستای شمالیش کم کم جان گرفت. دیوار و دروازه‌ای پیدا کرد و بعد هم پایتخت کل ایران شد. پایتختی که به سرعت پر شد از اقوام و طرفداران ادیان مختلف که کسب و کار خود را در آن رونق می دادند. تهران در کنار ری باستانی رشد کرده بود. شهری بزرگ که خرابه های آتشگاه بزرگ بهرام بر تپه میلش هنوز باقی است و نشان از قدمت حضور زرتشتیان در آن منطقه دارد. اما زرتشتیان تهران در طول دوران سلسله قاجار که این شهر را پایتخت کردند، نیایشگاهی برای خود نداشتند. امروز خیابان سیه تیر تهران را که به سمت شمال بروید، بعد از چهارراه جمهوری، نیایشگاه زرتشتیان تهران را با سردری زیبا کنار خیابان می‌بینید. نیایشگاهی که به معبد آدوریان یا مسجد زرتشت معروف است و در زمینی به مساحت 1300 متر مربع بنا شده. ساختمانی با نمایی از سنگ سفید که 6 ستون جلوی در ورودیش با سرستون‌هایی از سر گاو زیر طاقی آن قرار گرفتند. بر بالای ستون‌ها نقشی زدند با خورشیدی در سمت راست و آتشدانی پایینش. در مرکز این نقش برجسته فروهری حک شده که نمونه‌ای مثل آن تا کنون دیده نشده. روبرویش هم یک روحانی با کمانی در دست دیده می‌شود. تاریخ این نقش برجسته 1286 باستانی حک شده که می‌شود 1296 خورشیدی، یعنی سال افتتاح نیایشگاه. روبروی این بنا هم مثل آتشگاه بزرگ یزد حوضی بیضی شکل قرار دارد، همان عنصری که همیشه نقشی تعیین کننده در معماری عمارت‌های قدیمی ایران داشته. زرتشتیان تهران برای ساخت این بنا زحمت زیادی کشیدند. سال 1293 خورشیدی احمد شاه آخرین پادشاه دودمان قاجار تازه تاجگذاری کرده بود که انجمن زرتشتیان تهران سنگ بنای آتشگاه پایتخت را گذاشتند. کیخسرو شاهرخ رئیس انجمن زرتشتیان تهران برای احداث این بنا از پارسیان کشور هند کمک خواسته بود که خود زمانی در آنجا تحصیل می‌کرد. با آمدن پول کار آغاز شد. زمین آن که از اراضی انجمن بود در نقشه انتخاب و پلان‌ها و نقشه‌ها کشیده شدند تا تهران صاحب یک آتشگاه شود. اما ساخت این معبد پس از مدتی به مشکل خورد. کیخسرو شاهرخ در یادداشت‌های خود آورده: بعضی از اشخاص مقرض در جراید بنبعی بر ضد زرتشتیان تهران مقالاتی نوشتند که اینها غالباً بی‌دین و فلانند و آدوریان لازم ندارند. از سوی انجمن زرتشتیان تهران هم جوابهایی دندان شکن داده شد. معهازا بعضی از صاحبان خیر که جنبه کهنه پرستی و تعصبات داشتند، جلوی اعانه خود را گرفته دیگر پول نرسید و عمارت بی سقف و ناتمام ماند. کیخسرو شاهرخ در تمام طول زندگیش آدمی نبود که پاپس بکشد. او به هر کاری دست می‌زد آن را به سرانجام می‌رساند. از ساخت مدرسه و کتابخانه مجلس گرفته تا رساندن گندم به نانوایی‌ها در جریان قحطی بزرگ ایران. ساخت این معبد هم با تدبیر او ادامه یافت. از زرتشتیان ایران استعانت شد و زرتشتیان هر جا از تهران و یزد و کرمان و شیراز و کاشان به قدر خود کمک کردند و به خیر خوبی ساختمان آدوریان به پایان رسید و رسماً در تاریخ 1296 خورشیدی گشایش یافت. کار ساختمان که تمام شد، حالا وقت آوردن آتش مقدسش بود. آتشی که با تشریفاتی مرسوم طی 25 روز از آتشکده یزد به تهران آمد و آتشدان آدوریان تهران را روشن کرد. آتشی که تا همین امروز یکسره می‌سوزد و معبد را زنده نگه می‌دارد.
تهران با این آتش حالا صاحب یک نیایشگاه شده بود، آن هم در خیابانی که مسجد و کلیسا و کنیسه را با هم دارد و حالا به خیابان ادیان می شناسیمش. معبد زرتشتیان تهران حالا یکی از زیباترین بناهای پایتخت است که هنوز هم مثل گذشته کاربری خود را حفظ کرده است.